در داخل رژیم همه میدونن که نظامشون به بنبست رسیده و در برابر امواج خشم مردم هیچ راهی به پیش و پشت ندارن. برخی از مهره‌ها و رسانه‌ها به این بنبست اعتراف میکنن. سران رژیم اما این صورت مسئله رو اصلا انکار میکنن. بعضی ها هم در این بین سعی میکنن با سیلی صورت سرخ کنن و به دیگران سفارش میکنن که بحث بنبست رو نکنیم و بیشتر از این به اون دامن نزنین. گزیده ای از این مطالب و اظهار نظرها در گزارشی از نظرتون میگذره. علی مطهری، نایب رئیس مجلس ارتجاء 12 اسفند: آنچه در رسانه های بیگانه تأکید می شود به بنبست رسیدن جمهوری اسلامی است، اما باید مراقب باشیم که به این موضوع دامن نزنیم، بلکه باید در پی اصلاح امور باشیم. ما به اصلاحات مختلفی نیاز داریم و در حوزه اقتصادی نیازمند اصلاح ساختار اقتصاد هستیم. باید حق اعتراض مردم را به رسمیت شناخت. سایت حکومتی فرارو 12 اسفند فیاض زاهد، تحلیلگر سیاسی: اعتراضات دیماه که در شکل مطالبات رادیکال در بسیاری از شهرهای کوچک و متوسط ایران رخ داد، در ابتدا هدایت شده بودند، اما سپس از کنترل خارج شدند. این اعتراضات جریانات سیاسی را با این مسئله روبرو کرد که نیازمند بازنگری جدی هستند. باید اعتراف کنم که به خوبی متوجه فرایند تحول نشدیم. ما به نهادهای واسط میان مطالبات رادیکال و مقامات حکومت نیاز داریم. این چیزی است که هزینه های سیاسی را به شدت کنترل می کند. روزنامه حکومتی نصف جهان 12 اسفند، حسین راغفر، اقتصاددان: مشکلات اساسی سال 96 همان مشکلاتی است که حداقل در طی یک سده اخیر بر کشور حاکم بوده است. بعید می‌دانم که این مشکلات در سال 97 هم از کشور رخت بربندد. نابرابری‌ها خود منشأ بسیاری از تغییرهای اجتماعی است. تغییرهای اجتماعی محصول فقر کمرشکن گروه‌های خاصی است که موجب بروز ناامنی در گروه‌های مختلفی از اجتماع می‌شود. این ناامنی‌ها خودشان علت بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی از جمله فساد اقتصادی و اجتماعی و فساد در لایه‌های دیگر حیات اجتماعی کشور می‌شود. روزنامه حکومتی شرق 12 اسفند: آنچه امروزه پیش از هر چیز تحلیل‌ها برمی‌آید این است که دولت روحانی، اصولگرای اصلاح طلبان به بنبست رسیدند و دیگر قادر نیستند مفهوم سیاسی تازه‌ای خلق کنند. دولت روحانی و اصلاح طلبان در تکاپو هستند تا وقایع دیماه را تحلیل کنند، برای مواجهه منطقی با آن در آینده راه کارهای اساسی بیابند. اگرچه این تحلیل ها با نگاهی خوشبینانه صورت می گیرد، در پس پشت همه آنها نگرانی عمیقی نیز وجود دارد. سالهای باقی مانده برای دولت روحانی و اصلاح طلبان شبیه اتوبانی است که حرکت با سرعت پایین سیاستی غیر مجاز است. سایت حکومتی فرارو 12 اسفند: تبعات به کار گرفتن ادبیات تحریک‌آمیز در برابر معترضان چیست؟ نوع رفتاری است که از سوی برخی مسئولان انجام می شود، موجب می شود نارضایتی از برخی مسائل تبدیل به خشم و عصبانیت شود. شاید اگر در مسائل این چنینی، به جای اینکه با طرف مقابل با زبان تحقیر و تهمت و ناسزا صحبت شود، محترمانه رفتار می شد، نمود بیرونی آن برخوردهای فیزیکی نمی شد. واقعیت این است که طی 40 سال گذشته ما در کشور چه با مسائل داخلی و چه مسائل خارجی به نوعی رفتار کردیم که نه تنها موجب آرام شدن اوضاع نشدیم، بلکه به آتش هیزم افزودیم.